درود بر شما همراهان همیشگی. این روزها و پس از آنکه علی خامنه ای رهبر خودخوانده رژیم جمهوری اسلامی گفت که خدای 1400 همان خدای دهه 60 است و به این ترتیب مردم ایران را رسماً تهدید کرد که رو به سرکوب گسترده خواهد آورد، هر روز خبرهایی را شاهد هستیم از دستگیری‌های فله‌ای و بی ربط و بعضن دستگیری‌هایی که مربوط به افرادی است که نزد اپوزیسیون همیشه به عنوان سوپاپ اطمینان نظام شناخته شده اند. اما با مخابره شدن چند خبر، رفته رفته نقشه کثیف علی خامنه‌ای و یارانش از این اقدامات نیز رو می شود. تنها به این خبر توجه کنید. به گزارش سایت دیدبان ایران، عصمت سادات محتشمی پور طی نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ضمن عذرخواهی بابت صحبت‌ها و رفتارهای خواهر و شوهر خواهرش از آنها اعلام براءت کرد. عصمت سادات محتشمی پور خواهر همسر مصطفی تاج‌زاده، فعال به اصطلاح اصلاح طلب، طی نامه‌ای خطاب به رهبر رژیم جمهوری اسلامی ضمن عذرخواهی بابت صحبت‌ها و رفتارهای خواهر و شوهر خواهرش از آنها اعلام براءت کرد و طی نامه‌ای به شرح ذیل از رهبر جمهوری اسلامی و سران فاسد سپاه عذرخواهی کرد. وی در این نامه نوشته است که این جانب عصمت سادات محتشمی پور خواهر فخر سادات محتشمی پور از اهانت به ساحت مقدس شما حضرت آیت الله امام خامنه ای روحی لک الفدا و خانواده محترمتان که توسط خواهرم انجام شده است عذرخواهی می کنم و براءت خود و خانواده ام را از ایشان و رفتار و گفتارش ابراز می نمایم. او در ادامه گفته است که همانطور که حضرت عالی می دانید، مرحوم پدرم حاج سید محمود محتشمی پور از یاران قدیمی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و فداییان انقلاب اسلامی است و مریدان و مقلدان و دلباختگان حضرت عالی بودند و همواره از رفتارهای ناشایست خواهرم و همسرش براءت می کردند. او در ادامه نامه پر از تملق خود را اینگونه تمام می کند که خداوند بزرگ سایه پرمهرتان را بر سر ما و همه مردم ایران و مستضعفان جهان مستدام بدارد. اما نقشه حیله‌گرانه و مکارانه نظام از این بازی دستگیری و موش و گربه بازی و پس از آن عذرخواهی ها و ندامت ها چیست؟ در زمانی که اعتراض‌ها در اوج خود قرار گرفته است و مردم دیگر ترسی از رژیم فاسد ندارند، با این کار دو هدف برای رژیم میسر می‌شود. اول اینکه افراد معلوم الحال و استمرار طلبی را به عنوان اپوزیسیون معرفی می‌کنند که پس از آزادی آنها مردم را به انحراف بکشند، و دوم اینکه با پخش این عذرخواهی‌های نمایشی و چاپلوسی رهبر فاسد رژیم به مردم ایران اینگونه القا می کنند که علی خامنه ای و رژیم فاسدش طرفدار دارند و حتی خانواده اپوزیسیون هم طرفداران رژیم هستند، و به این ترتیب رژیم جمهوری اسلامی با یک جنگ زرگری سعی می کند که اعتراضات را کنترل کرده و تا حد ممکن سرکوب کند. لازم به ذکر است که اتفاقات مشابهی که اخیراً دیده می شود و هراس و نگرانی روزافزون رژیم جمهوری اسلامی در این روزها به دو دلیل عمده رخ داده است. اول، موج سهمگین نارضایتی مردم ایران، و دوم، اقبال بیش از پیش مردم ایران به شاهزاده رضا پهلوی. در واقع عملکرد تباه جمهوری اسلامی بر درخشش دوران پهلوی در این روزها بیش از پیش افزوده است. مردم دستاوردهای دوران پهلوی و عملکرد جمهوری اسلامی را با هم مقایسه می کنند و به روشنی در می یابند کدام یک بهتر بوده است. بعد از 4 دهه مردم به تجربه و به درستی می دانند که اصلاح و اعتدال در جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. مقایسه رفاه در دوران پهلوی
با فقر جمهوری ملاها، مقایسه آزادی زنان در عصر پهلوی با حجاب اجباری دوران ملاها، مقایسه آزادی جوانان و سبک‌های زندگی در دوران پهلوی با گشت‌های ارشاد و شلاق زدن‌های عصر ملاها، مقایسه آزادی مذهبی دوران پهلوی با شکار بهائیان و مسیحیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی در جهنم جمهوری اسلامی و مقایسه اعتبار و ارتباطات جهانی ایران در عصر پهلوی و انزوای بین المللی ایران در دوران ملاها و صدها مقایسه دیگر، انتخاب میان پردیس پهلوی و جهنم جمهوری اسلامی را بسیار آسان کرده است. از سوی دیگر، گروه‌های عمده اپوزیسیون این روزها بیشتر متحد شدند. برای سالها ایرانیان به منتقدین درون نظام و گروه‌های اپوزیسیون خارج از نظام امید بسته بودند. در این سالها اما عمل کرده این گروه‌ها هم چنگی به دل نمی‌زد، تا اینکه این روزها گروه‌های بیشتری هر روز تحت چتر شاهزاده رضا پهلوی با یکدیگر متحد می‌شوند. گلوگاهی که بسیاری از گروه‌های اپوزیسیون تاکنون گرفتارش بودند، اتحاد بود. موضوعی که به نظر می رسد دیگر در حال حل شدن است. همه این نشانه ها تنها خبر از یک واقعیت مهم می دهند و آن آغازی بر فاز پایانی رژیم جمهوری اسلامی است. فرایندی حتمی که معلوم نیست یک ماه دیگر به طور بیانجامد و یا یک سال دیگر و یا بیشتر، اما وقوع آن در سالهای پیش رو حتمی است. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.